با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، با بخش خبری نور در خدمت شما عزیزان هستیم. طبق روال روزهای گذشته نخست سرخط خبر. سوختگی یاسر شرفی پور و اعتصاب غذای نامق دل دل در زندان رجای شهر کرج. امریکا جزئیاتی از سرگیری تحریم ها علیه ایران را اعلام می کند. اعلام جزئیات بسته جدید ارزی دولت. محمود صادقی: ماموران بررسی حساب‌های قوه قضاییه بازداشت شدند. نصب ردیاب روی کارت شناسایی حجاج چینی. تلاش رئیس حزب افرادگرای هلندی برای تعطیلی مساجد. و گزارشی از ششمین روز موج جدید اعتراضات خیابانی در شهرهای مختلف ایران. نامق دلدل زندانی عقیدتی سیاسی زندان رجای شهر کرج که در اعتراض به عدم پیگیری‌های درمانی خود و سایر زندانیان عقیدتی سیاسی در زندان رجای شهر کرج دست به اعتصاب غذا زده بود، بر اثر عدم پیگیری مسئولین 5 کیلو وزن خود را کم کرده است. همزمان یاسر شرفی پور زندانی دیگر اهل سنت محبوس در همین زندان که روز جمعه از ناحیه سینه، شکم و پشت دچار سوختگی شده بود، بدون انجام درمان جدی از بیمارستان به زندان بازگردانده شد. نامق دلدل شهروند بوکانی محبوس در زندان رجای شهر کرج که به 6 سال حبس محکوم شده است، از مورخ 10 مرداد 1397 در اعتراض به عدم پیگیری‌های درمانی در خصوص خود و سایر زندانیان عقیدتی سیاسی در این زندان و نقض حقوق زندانیان اهل سنت دست به اعتصاب غذا زده است. شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه در مرحله بدوی نامق دلدل را در روز 18 تیر 1394 به 10 سال زندان محکوم کرد. حکم در دادگاه تجدید نظر به 6 سال کاهش یافت. نامق دلدل که مغازه موبایل فروشی داشت، اولین بار در سال 1389 بازداشت شد و 3 سال را در زندان رجای شهر کرج به سر برده بود. او مدتی پس از آزادی در 29 فروردین 1393 به همراه چند تن از شاگردانش به علت استمرار تبلیغ عقاید اهل سنت دوباره از سوی نیروهای لباس شخصی اطلاعات بوکان بازداشت و پس از مدتی به بند 209 زندان اوین منتقل گردید و تا قبل از صدور حکم در همانجا تحت نظارت وزارت اطلاعات بود و بعدها به زندان رجای شهر منتقل شد. همزمان در خبری دیگر، یاسر شرفی پور زندانی اهل سنت محبوس در زندان رجای شهر که روز جمعه 12 مرداد بر اثر ریختن آب سماور بر روی سینه و شکم و پشتش از این نواحی دچار سوختگی شده بود، به بیمارستان اعزام شد و پس از پانسمان محل سوختگی، علی‌رغم نظر پزشکان مبنی بر لزوم بستری شدنش، به زندان بازگردانده شد. یاسر شرفی پور از اهالی سنندج مرداد 89 بازداشت شده و با اتهامات عقیدتی مرتبط با گروه‌های اهل سنت به 8 سال حبس محکوم شد. وی قرار است اواخر شهریور 97 آزاد شود. مایک پومپئو وزیر ایالات متحده امریکا گفته واشنگتن در روز 15 مرداد ماه جزئیات مربوط به از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران از جمله محدودیت‌های ارزی را اعلام می‌کند. پومپئو در جمع خبرنگاران اظهار کرده است که ایالات متحده همانطور که پس از تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام اعلام شد، تحریم‌ها علیه ایران را از سر می‌گیرد. تحریم‌هایی که قرار بود در بازه‌های زمانی 90 و 180 روزه دوباره اجرا شوند، ترامپ 18 اردیبهشت ماه پس از ماه‌ها انتقاد از توافق اتمی صورت گرفته در زمان دولت اوباما، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده تصمیم خود برای خروج از این توافق را اعلام کرد. مقامات دولت آمریکا می‌گویند از صبح روز 7 اوت برابر با 16 مرداد 1397 دولت ایران دیگر قادر به خرید دلار آمریکا نخواهد بود و تحریم‌ها شامل صنایع و بخشی از تولیدات ایران خواهد شد.
بر پایه آنچه وزارت خزانه داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود، قسمت نخست تحریم‌ها علیه ایران که پیش از توافق اتمی نیز اجرا می‌شد، شامل بخش‌های مختلف از جمله محدودیت دسترسی دولت ایران به دلار، تجارت طلا، خرید و دسترسی به شماری از فلزات مانند آلومینیوم و فولاد می‌شود. همزمان شماری از مجوزهای صادر شده از سوی دولت آمریکا پس از دستیابی به توافق اتمی، از جمله مجوز واردات اجناس ایرانی مانند فرش و مواد خوراکی به آمریکا و همچنین خرید هواپیماهای مسافربری و قطعات یدکی بی اثر می شوند. رئیس کل بانک مرکزی ایران ضمن تشریح جزئیات بسته جدید ارزی دولت اعلام کرده که این بسته از روز سه‌شنبه 16 مرداد ماه برابر با 7 آگوست اجرا می شود. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد بسته جدید ارزی که عصر یکشنبه در هیئت دولت به تصویب رسید از سه‌شنبه 16 مرداد ماه اجرایی می شود. همتی افزود از این پس صادر کنندگان بزرگ اعم از پتروشیمی ها، فولادی ها و فلزات رنگی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را بر اساس اصل عرضه و تقاضا در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند. وارد کنندگانی می توانند از این ارز استفاده کنند که ثبت سفارش آنها در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و این وزارتخانه واردات آن کالا اعم از مصرفی، واسطه یا سرمایه‌ای را برای کشور ضروری تشخیص داده باشد. وی در ادامه درباره آثار تورمی این تصمیم بر هزینه‌های تولید نیز تصریح کرد. به هر حال در چند ماه اخیر بخشی از این اثر تورمی بر بازارها وارد شده است، زیرا همان ارز 4200 تومانی نیز به دست تولید کننده نرسید و آنها خود را با نرخ‌ها تعدیل کردند. رئیس کل بانک مرکزی ایران درباره بازگشت صرافی‌ها به چرخه نظام ارزی کشور نیز گفت یکی از مشکلات دوره نخست اعمال سیاست‌های جدید ارزی قاچاق اعلام کردن خرید و فروش ارز در صرافی‌ها بود که مشکل ساز شد، اما با مصوبه جدید دولت صرافی‌ها بار دیگر می‌توانند در فرایند فروش ارز به مسافران و دیگر خدمات ارزی همچون درمان فعالیت کنند. همتی با اعلام اینکه محدوده فعالیت صرافی‌ها تأمین نیازهای خرد مردم خواهد بود افزود نیاز خرد مردم به طور قطع 50,000 دلار نیست، بلکه باید نیازهایی در حد 2 تا 10,000 دلار مردم از صرافی‌ها تأمین شود. وی در پایان اظهار داشت ارز مسافرتی از این به بعد با آزاد است، اما کسانی که تا کنون حواله دریافت کردند ارز خود را با نرخ قبلی تحویل می‌گیرند. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید که تعدادی از ماموران سازمان بازرسی کل که به طور تصادفی به بررسی چند حساب سپرده‌گذاری قوه قضاییه ایران مشغول بودند، بازداشت شدند. بر اساس گزارش رادیویی از جلسه امروز مجلس ایران، اظهارات آقای صادقی با اعتراضات نمایندگان اصولگرا و به طور مشخص عبدالحمید خودری نماینده بوشهر و محمد علی پور مختار نماینده بهار و کبودراهنگ روبرو و به تشنج کشیده شد. محمود صادقی نماینده مجلس اقدامات قوه قضاییه را نوعی تصرف در اموال عمومی معرفی کرده و خواستار توضیح درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌ها شده است. آنطور که وی گفته، قوه قضاییه سودهای ناشی از این حساب‌ها را خرج مسکن و مزایای قضات می‌کند و با وجود تأکید شرع بر حرمت اموال مردم به نام اسلام و به نام ولایت فقیه در مال مردم تصرف غیر قانونی صورت می‌گیرد. به دنبال این تشنج و تذکر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به وی مبنی بر نادرستی زیر سوال بردن کلیت نظام، آقای صادقی گفت هدف من اهانت به قضات نبود، هدف من رعایت حلال و حرام در قوه قضاییه است. به این پرسش را مطرح کرد که آیا قاضی که از مال مردم می‌خورد می‌تواند با فساد مبارزه کند؟ اگر قوه قضاییه نیاز به بودجه دارد از مجلس تأمین کند نه از مال مردم.
به دلیل تشنج در صحن علنی و پاسخهای وزیر اقتصاد به صادقی که این نماینده وی را فاقد اختیار معرفی کرد، او گفت که این موضوع را در صحن علنی به رأی نمی‌گذارد، اما به دلیل ضرورت شفافسازی مجلس حق تحقیق و تفحص در این زمینه را دارد. اظهارات آقای صادقی موجب شد ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، از وی به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کند. قوه قضاییه ایران و خود صادق لاریجانی در واکنش به انتقادهای مکرر صادقی از این حساب‌ها، هر گونه تخلف و سوء استفاده در این زمینه را تکذیب می‌کنند. دولت چین با نصب نوعی ردیاب GPS در کارت‌های شناسایی حجاج چینی، فعالیت‌های آنها در عربستان سعودی را کنترل می‌کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت چین با نصب سیستم GPS در کارت شناسایی حجاج این کشور، آنان را طی ایام حج تحت نظر می‌گیرد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، تصاویر مراحل اعزام زائران چینی به عربستان سعودی نشان می‌دهد که نوعی سیستم GPS بر روی کارت شناسایی آنان نصب شده است. انجمن اسلامی چین که تحت نظارت دولت این کشور اداره می‌شود، اعلام کرد که این کارت‌های هوشمند با هدف تأمین امنیت حجاج طراحی شده است. این موضوع در حالی است که برخی از فعالان حقوق بشر نصب سیستم ردیابی در کارت‌های شناسایی حجاج را بخشی از عملیات اطلاعاتی و جاسوسی چین می‌دانند. مقامات چینی به بهانه مقابله با تروریسم با مسلمانان سینکیانگ رفتار سختگیرانه‌ای دارند و در زندگی آنان دخالت می‌کنند و حتی به دنبال ثبت الگوهای ذهنی و سوابق ژنتیکی آنان برای کنترل بیشتر هستند. رئیس حزب افرادگرای آزادی هلند طی یک پیام توییتری بار دیگر تعطیلی مساجد در این کشور را خواستار شد. گرت وایلدرز، رئیس حزب راست افراطی آزادی هلند که با اتخاذ مواضع ضد اسلامی شهرت دارد، طی یک پیام توییتری جنجال برانگیز از مقامات هلند خواست که مساجد این کشور را تعطیل کنند. وایلدرز در پیام توییتری خود به بهانه قرار دادن خبر روزنامه تلگراف مبنی بر فعالیت برخی گروه‌های افراطی در مسجد توحید هلند، مقامات این کشور را به تعطیل کردن تمامی مساجد فراخواند. روزنامه تلگراف چندی پیش با انتشار خبری مدعی شده بود که چند تن از افرادی که به مسجد توحید می روند قصد پیوستن به گروه تروریستی داعش را دارند. همچنین در ادامه این خبر آمده بود که مسئولان اداره این مسجد فقط به پلیس‌های مراکشی اجازه ورود به داخل مسجد را می دهند. گرت وایلدرز که سابقه اهانت به مقدسات اسلامی را در کارنامه دارد، همواره از شعار تعطیلی مساجد و مبارزه با دین اسلام در پیش برده اهداف سیاسی خود استفاده کرده است. از روز سه‌شنبه نهم مرداد ماه، مردم و بازاریان در اعتراض به مشکلاتی نظیر وضعیت بد اقتصادی، بیکاری، گرانی و افزایش نرخ ارز اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیزی در شهرهای مختلف کردند. این اعتراضات روز یکشنبه 14 مرداد ماه هم در کازرون ادامه داد. همچنین خبرهایی رسیده که در بسیاری از شهرهای دیگر نیز شاهد تظاهرات‌ها و راهپیمایی‌هایی بودیم. از روز سه‌شنبه نهم مرداد، شماری از مردم در اعتراض به مشکلاتی نظیر شرایط بد اقتصادی، بیکاری، گرانی و افزایش نرخ ارز اقدام به برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی کردند. علی‌رغم اینکه از ساعات اولیه صبح روز یکشنبه در بسیاری از شهرها جو امنیتی سنگینی حاکم بوده، با این حال گزارشات حاکی از این است که اعتراضات حداقل در شهر کازرون شکل گرفته است. از سوی دیگر گزارش شده است که در شهرهای شیراز، تهران، کرج و قم معترضان برای برگزاری تجمعات اعتراضی تلاش کردند، اما نیروهای انتظامی با حضور سنگین خود از ایجاد تجمع در این شهرها تا حد زیادی جلوگیری کردند. گفتنی است گرانی و بیکاری از اصلی ترین دلایل اعتراضات مردم از دی ماه 96 تا کنون بوده است. روز یکشنبه مشترکان همراه اول و ایرانسل اعلام کردند که سرویس اینترنت موبایل در بخش‌هایی از منطقه مرکزی تهران و زنجان قطع شده است و
برخی مشترکان نیز میگویند پیغامی مبنی بر قطع موقت و سراسری داده توسط شبکه اپراتور دریافت کردند، هرچند مشخص نیست این قطعی جزوی از تلاش نهادهای امنیتی برای کنترل اعتراضات باشد. با این حال به کارگیری چنین مکانیزم های برخوردی مسبوق به سابقه است. رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز کشته شدن رضا اوتادی جوان کرجی در آشوب های شبانه شهرستان را تکذیب کرد. در همین راستا مایک پومپو وزیر خارجه ایالات متحده نیز در مورد گزارش ها از اعمال خشونت حکومت ایران علیه شهروندان غیر مسلح در جریان اعتراضات اخیر ابراز نگرانی کرد. از اینکه ما را در این بخش خبری همراهی کردید کمال تشکر و سپاس دارم. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.